عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما همه بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی. کار ما جا همین مشاهده میکنید که تو این هوای گرم، سختی، بازار خراب، زندگی ها سخت، مشکل داره دیگه. البته هر کاری داره، ولی خب دیگه چیکار کنیم، از مجبوریه دیگه برای خرج زندگی. میدونی روزگار چقدر سخته. تو این هوای بی این گرمی میای وای میستی، آخرش چی؟ هیچ. آرزو که بالاخره هر شخصی آرزوی داره. ما از زندگی از اول بچه روستا بودیم، خیلی سختی کشیدیم، خیلی هرچی بخوای. بالاخره پدرمون هم کشاورز بود، اونم خانواده تو روستا، اونم زندگی سخت بود. آرزوی ما آرزو داشتیم بالاخره یه زندگی آرومی خدا بهمون بده، یه کار خوبی بهمون بده، روزی حلال، کار خوب، زندگیمون همینجور مثل مردم چرخونده بشه، بتونیم بچرخونیم. نه 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 نه، من همیشه خدا رو شاکرم، همیشه اگرم بنده بدی بودیم در درگاه خدا، نه همچی آرزوی نکردیم، ما واگذار نشدیم، چون که بزرگ شده روستاییم، صداقت داریم. روستایی خیلی صداقت داره، یعنی هرچی بگی صداقت داره. نه همچی آرزوی اصلا نبوده، همیشه خدا رو ما از خدای خودمون ممنونیم که تن سالمون بهمون داده، ممنونیم. آرزو ما تمام. ببین هر پدری تلاشی داره برای خانوادهش، هر پدری. شما حالا نمیدونم پدر هستیم یا نه، باید ببینیم بدونیم چیه آرزو ما. تمام تلاشمون برای بچه همون اولا که از خدا سلامتی رو میخواییم برای خانوادمون، برای فرزندانمون که سلامت باشن. آرزوی اول ما اینه. آرزوی دومم اینه که دیگه بالاخره ما تو مردم تلاش کردیم که با آبرو زندگی کنیم. برای بچه همونم همون تلاش میکنیم تا زمانی که توان باشه. اگه توان نباشه دیگه نتونیم، انشالله خدا واگذار نمیکنه تا جایی که بتونیم تلاش میکنیم تا توانمون باشه برای بچه هامون برآورده میکنیم. انشالله خدا واگذار نمیکنه تا جایی که بتونیم تلاش میکنیم تا توانمون باشه برای بچه هامون برآورده میکنیم. ما کلن تماما وقت زندگیمونه. ما از صبح که ساعت شیشونیم، بعد از نماز که میخونیم شیشونیم صبحانه و اینا میزنیم بیرون، تا ده یازده شب تمام وقتمون برای خانواده است، برای زندگیه. تمام تلاشمون برای اونه، تمام وقتمون برای زندگیمونه، برای زن بچه‌مون، برای بچه‌هامون، همه ایناست دیگه. الان برای بچه‌هاست دیگه، برای خودمونم نمیتونیم، چون الان مشکلات اونقدر چی شده دیگه، هم بچه‌ها رو بتونی راه بندازی و بچه‌ها رو بتونی با آبرو به سر زندگیشون برسی کافیه. خدا رو شاکریم ما. آرزو داریم که مثلا زنمون، پسرمون، بچه‌مون خوب باشن بایمون. از خونه میاییم لاغل از سر کار میاییم یه خسته نباشید لاغل بگم. بچه‌ها قدر زحمت رو بدونن، بدونن که باباها چقدر دارن زجر میکشن، چقدر دارن این ورانور میزنن. که شنیدی قدیمی ها میگن با سیلی صورت سرخ نگه داشته؟ واقعا همینجوریه، واقعا اینجوریه. اون موقع که پدر شدن میفهمن که بابا داره چی میگه براش. آرزو داریم که مثلا زنمون، پسرمون، بچه‌مون خوب باشن بایمون. از خونه میاییم لاغل از سر کار میاییم یه خسته نباشید لاغل بگم.
بچه ها قدر زحمت رو بدونن، بدونن که باباها چقدر دارن زجر. خواسته من اینه که لااقل ببینن که اینقدر من زحمت میکشم، پسرم قدر این خواسته منو بدونه، بچه هم قدر رو بدونن. با هر کسی نرن بشینن، ببینن بابا داره چیکار میکنه، چقدر زحمت میکشه. از راه حلال، راه حلال رو برن جلو. خواستم همین، فقط راسته و حلال. حرف آخرم برای تمام جووناست، تمام جووناست که قدر این پدرها رو بدونن، بدونن. دلم میخواد یک روز با یک پدر برن ببینن چقدر زحمت میکشه، با چه عرقی، با چه سختی هایی یه لقمه نون میاره، یه نون حلال میذاره. قدر اونو بدونن. احترام پدر مادر رو نگه دارن. همینو من بس. خدا حافظش، خدا نگهدار تمام شما دستن.